بسم الله الرحمن الرحیم. عالم به ماتم تو حسینیه غم است. عالم به ماتم تو حسینیه غم است، یعنی که فصل سوگ و عزا فصل ماتم است. از عرش تا به فرش تمام فرشتگان فریاد میزنند که ماه محرم است. هفت آسمان پر است ز گرد عزای تو، چشمان مهر و ما ز داغ تو پرنم است. کعبه سیاپوش عزایت شد و هنوز شور غمت به سینه پرشور زمزم است. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و سلام بر شما خوبان، محبان و عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امیدوارم هر کجای دنیا که هستید جور و صحتمند بوده، زندگی سرشار از صفا و صمیمیت و معنویت داشته باشید، ایام به کامتان باشه و طاعات عبادات و بندگی ها و عزاداره هایتان قبول و مقبول درگاه احدیت. عرض تسلیت دارم فرارسیدن ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را خدمت همه شما خوبان و عزیزان. با کمال امتنان و افتخار با برنامه‌ای به وقت بیداری روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم و در خدمت استاد بزرگوارم جناب استاد رسولی با بیان احکام شرعی. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام و رحمت الله، سلامت باشید، درود خداوند بر شما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله آل الله، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. بینندگان عزیز و همراهان همیشگی در هر جایی که هستین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، موفق و پیروز باشید ان شاء الله. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید. ایام عزاداری آل الله را به شما هم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. امیدوار هستم که خدای سبحان به من و شما توفیق عزاداری خالصانه ابی عبدالله علیه السلام را لطف و کرامت بفرماید. الهی در خدمتتون هستم. سلامت باشین استاد، خیلی خوشحالم که شما هم ایام تسلیت باد ان شاء الله. در اولین شب ماه محرم و سوگواری حضرت سید الشهدا علیه السلام رو برای شما و در خدمت شما هستیم استاد. همونطور که عرض کردم با بیان احکام شرعی سوالاتی را که در خدمت شما هستیم همه هیچ سوالایی هست که از طرف بیننده های عزیز مطرح شده. بیننده عزیزی با شماره مثبت 9377 و 4 رقم آخر شمارهشان 2025 سوال کرده، گفته که زنان معمولا در ایام عزاداری امامان علیه السلام نذر میکنند. درست. آیا برای این نذر اجازه شوهر لازم هست یا خیر؟ خب ما سپاسگزار هستیم از این بیننده عزیز و بقیه بینندگان عزیز که سوالاتشان را با ما در میان میگذارن. خدمتتون عرض کنم جناب حسینی عزیز و بزرگوار، انسان وقتی که میخواد یک نذر انجام بده، خب معمولا انسان نظر از مال خودش انجام میده. بله، هر اون کس چیزی بنابراین اگر که خانم بزرگواری خواست که نظری انجام بدهد و خودش مال نداشت و خواست این مال را از مال شوهر نظر کنه، و چون نظر عبادت است دیگه، نظر عبادت خدای تبارک و تعالی، ما مثلا رقم نظر میکنیم که نظرت لله تبارک و تعالی، نظر میکنم برای خدای سبحان که اینی کار را انجام بدم و ثوابش به روح ابا عبدالله علیه السلام شهدای کربلا و هر کسی را که انسان میتونه در نظر بگیره به او برسه. بنابراین نظر میشه عبادت، مثل نماز باری، مثل روزه باری، مثل چیزهای دیگه. و در عبادت با مال مردم و کسی که اجازش نباشه، خب این عبادت صورت نمیگیره. بنابراین باید اگر از مال شوهر است، حتما باید از شوهر اینو چی بگیره؟ اجازه بگیره. و اگر یک وقتی برخی از خانم‌های بزرگوار خودشان مال دارن دیگه،
درست است؟ بله بله خیلی سرمایه دارن، پیسه دار هستن، تاجر زاده هستن، ملاکن، زمیندار به هر حال، و میخواد از مال خودش نظر کنه. مختاره، میتونه از مال خودش نظر کنه، اما نظر کردن یک طوری نباید باشه که با حق شوهر مثلا در تضاد باشه. بله. مثلا خانم نظر میکنه که خب بسم الله الرحمن الرحیم، نظر با صیغه، صیغه با چی شوه خوانده شوه، حالا چی صیغه با عربی باشه چی با فارسی، نظر میکنم برای خدا. این کلمه برای خدا حتما باید چی باشه؟ باشه که نظر شرعی چی شوه؟ محقق شوه. میگه من نظر میکنم برای خدای تبارک و تعالی که مسیر نجف تا کربلا را پیاده برم. این نظر نظر خوبیه. بله خب این نظر مستلزم از اینه که خانم 3 روز 4 روز خلاصه در این مسیر چیه باشه. و اگر این 3 روز 4 روز با حق شوهر در تضاد باشه، که برخی اوقات هست دیگه، بازم باید از شوهر چی بگیره؟ اجازه بگیره. بله. استاد زیاد به حاشیه هم کشیده نشه. خب از چیزا رسم رسوماتی هست، میگه که این خانم به خیرخانه شریک است. بله. گاهن این ذات خلاصه ما دیدیم و شنیدیم و اینها میگن که گاهن بلا عوض هست، گاهن در عوضش یک چیزی را خلاصه زن میبخشه، میگه که خلاصه هر خیری که در خانه شد شریک. حالا بازم شامل اون مورد نمیشه؟ اتفاقا همین در خاطر ما هست، همین هفته قبل یک سوال به رقم داشتیم که خانم گفته بود من مهریه خودم میبخشم به شرط ازی که در خیر خانه چی شوم؟ شریک شوم. که اگر این رقم باشه و با شوهر خودش اول مثلا مهریه خود بخشیده یا اصلا مهریه خود نبخشیده، هر دو با هم دیگه چی کردن؟ قرارداد کردن که من در خیر خانه شریک باشم، اگر کدام مثلا یک سائلی آمد چیزی درخواست کرد من بتونم این کار را انجام بتونم. بله اگر این رقم باشه اجازهش دیگه لازم نیست، مثلا قبلا با هم دیگر توافق کرده باشه. لطف کردید. استاد بیننده عزیز به نام سید روح الله احمدی با شماره مثبت 93744 و 4 رقم آخر شمارهشون 7719 سوال کرده، گفته که برای میت وقت نماز قضا میخونیم چطور نیت بکنیم؟ در بین عوام ما یعنی کسایی که اهل مثلا علم نیستن دیگه، عوام اهل علم به اصطلاح شرعی نیستن، این قضیه نیت بسیار همیتو سخته. بله. و حالون که قضیه نیت و رقم که دوستای ما تصور میکنن نیست جناب سیدی، مثلا تصور میکنه کسی که حتما ایر باید بر زبان خودش بیاره، مثلا ایر رقم تصور میکنه که خب برکت نماز صبح میخوانم به نیابت فلانی ولد فلانی قربتن الله الله اکبر. بله. تصورش بر همیست بنده خدا، اینمی قدر که طرف وقتی در نماز استاد میشه. بله. و متوجه از این قضیه باشه که دو رکعت نماز میخوانه از طرف فلانی در دلش ایش در زبانم که لازم نیست ایره بیاره، همین الله اکبر که تکبیرت الاحرام باشه کفایت میکنه، اما که در دلش باشه برای فلانی. اینمی که از نفر سوال کنی تو چی کاری انجام میدی، اگه بتونه بگه که من دو رکعت نماز صبح میخونم برای فلانی، یا 4 رکعت نماز ظهر برای فلانی، یا 3 رکعت، یا به هر کاری، اینمی کفایت میکنه. ولی گفتی ازو نقل کار از محکم کاری عیب نمیکنه. بگوی دیگه اگر دلش آرام نمیگیره بگه که 2 رکعت نماز صبح میخونم به نیابت فلانی، اینم اگر گفته نتونست از طرف فلانی نامش هم گرفته هیچ مشکل نداره، برای فلانی، برای فلانی قربت لله الله الله اکبر. بسیار درود بر شما. سالم باشید. بیننده ای عزیز و گرامی دیگه سوال کرده با شماره مثبت 93-76 و 4 رقم آخر شمارشون 77-35، گفته برخی میگه که ناله کردن با صدای بلند و زدن سیلی به صورت در عزاداری برای امام حسین علیه السلام جایز نیست، نظر حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله چیه در این باره؟ بسیار سوال خوب است. ایام هم خوب با توجه به ما بهتر است که این سوال از بیننده عزیز را از روی رساله حضرت آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله تعالی جواب بدیم. کاملا رساله جامع است، جلد 2. در این رساله حضرت آیت الله العظمی سیستانی حفظه الله در باب عزاداری یک فصل را باز کردند، مثلا در صفحه 229 مسئله 530. بله. جلد دو رساله جامع مسئله 530 تقریبا به همین سوالی که پرسال کردن جواب داده شد. گفته سینه زنی که به سینه خودشون میزنن دیگه، همین چیزی که مرسوم است در بین ما، و گریه کردن، همین جزع و فزع و سرصدا کردن و گریه کردن، و سیلی زدن به صورت که مورد سوال است، هر چند شدید باشه، شدید انسان به صورت خودش بزنه، اگر به سبب حزن و ناراحتی برای سید الشهدا علیه السلام باشد از مصادیق جزع. بله. جزع یعنی داد و فریاد کردن و
سرصدا کردن و شدت بیتابی که انسان چی میشه؟ بیتاب میشه و بکا یعنی گریه کردن بکا است و عزاداری بران حضرت محسوب میشود. پس اگر کسی سینه بزنه گریه کنه و صورت خودش بزنه ولو به صورت زدن به صورت چی باشه؟ محکم باشه عزاداری محسوب میشود که مستحب بوده مستحبه و موجب تقرب و نزدیکی به درگاه خداوند متعال است. البته حسین بزرگوار و بینندگان عزیز با یک شرط مشروط. توجه میفرمید؟ میگه مشروط بر این که موجب ضرر شدید داخل قوس یا پرانتز میگن ضرر فوق العاده و مهم. باز در پاورقی توضیح میده کلی گزینا رو ما بگیم که دیگه به صورت روشن اگر باشه. زیاد است پاورقش اجازه بده یک میان برنامه ببینیم. نه امیر بگیم مانند نقص یا از کار افتادن اعضا یا از بین رفتن برخی احواس مثل مثلا محکم با سیلی در صورت خودش میزنه و در اثر این گوش پاره میشه یا مثلا چشمش از بینایی خودش از دست میده ای جایز نیست. ولی اگر معمولی باشه اشکالی خیلی ممنون نداره. خواهش میکنم بیننده های عزیز گرامی سپاس از همراهی تان. میان برنامه کوتاه رو با هم میبینیم و دوباره ما رو همراهی کنید. به هشت هم که برانی مراز خیش هنوز از این که نام تو بردم به تو بدهکارم حسین. مثبت 964-780-255-40-13 پل ارتباطی میان شما و برنامه با وقت بیداری هست. میتونید سوالات یا هر گونه انتقادات پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید. ادامه برنامه با وقت بیداری را بیننده هستید و در خدمت جناب استاد رسولی با بیان احکام شرعی هستیم. استاد سلام مجدد خدمت شما. علیکم السلام مجددا خدمت خب این سوال تا جایی را استاد پاسخش گرفته امیدوارم که او بیننده عزیزم بیننده بوده و پاسخ سوالش گرفته باشه. یک سوال دیگه هم که استاد خب با این موضوع نزدیک هسته یک بیننده عزیز دیگه سوال کرده با شماره مثبت 9374 رقم آخر شمارهشون 5310 گفته نظر حضرت آقا یعنی حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله درباره زنجیرزنی تیغدار زنجیری که تیغ داره درباره ای چی هست؟ خدمتتون عرض کنم که باز ما این مسئله را از رویش بخونیم بهتر است. البته اگر کسی دنبال نظر حضرت آیت الله علماء سیستانی هست قطعا باید از رساله حضرت آقا ما این جوابش برش بیتیم. حضرت آقا در همون سوال قبلی که خدمت شما بودیم در ادامه همون سوال در مسئله 532 در مسئله 532 البته مورد سوال شما زنجیر تیغدار است. در اینجا حضرت آیت الله العظمى سیستانی مسئله قمزنی رو میگه. تقریبا اینا با هم دیگر شبیه هستند. تقریبا ما هم دیگر شبیه. خب زنجیرهای تیغدار که شما توجه هستید زنجیره در تای زنجیرها تیغای کوچیکی که به پشت میزنه. بله. قمه خب یک تیغی است که به فرق خودشان میکشن به اصطلاح که خون چی میشه جاری میشه. در هر دو خون جاری شدن دیگه. هم در زنجیر تیغدار خون جاری شدن است و هم در قمزنی. حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرماید در مورد قمزنی در مراسم عزاداری نفیان و اثباتن اظهار نظر نمی کنم. یعنی نمیگم خوبه و نمیگم این قضیه چیه بد است. یعنی حضرت آقا در زنجیر زنی و زنجیر تیغ دار زدن و قمه زدن نظر نداره. مؤمنین میتوانن توجه کنه مؤمنین میتوانن در این مسئله از مرجع تقلید جامع الشرائط دیگر با رعایت اعلم بودن بعدی تقلید کنند. البته خب وقتی ما مراجعه میکنیم به دیگر مراجع ازام تقلید که خداوند وجودشان از بلا حفظ کنند تقریبا 90% این کارا را هم بگه که موجب وهن و سستی مذهب میشه.
موجب یعنی موجب خاری، یعنی یک طرف بهم. وقتی که نگاه میکنه که طرف زنجیر تیغدار میزنه، قمه به سر خودش میزنه، این موجب زی خاری مذهب میشه. برای کسی که از دور بله از دور مشاهده میکنه بله. و چون این رقم قضیه میشه، بنابراین بسیار از مراجعه قضیه را جایز ندانستن. بله پس نظر این شد که باید از مشتهد دیگری در این زمینه تقلید کنیم، ببینه که او رد کرده یا تایید کرده. بله بله. بسیار تشکر استاد. بیننده ای ناظرین دیگر گفته که با شماره مثبت 9378 چهار رقم آخرشان 6476 گفته آیا پوشیدن لباس سیاه در عزاداری در هنگام نماز کراهت دارد یا خیر؟ از نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی او قضیه هم در همین دیگه لازم نیست ما کتاب باز برسه و مرتبه سوم باز کنیم، هستم اینجا در جلد دوم. در اونجا حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرماید که اصلا انسان وقتی که از لباس سیاه استفاده میکنه، بینندگان عزیز، از نظر عرف مصداق حزن اندوه، مصداق عزیز که من چی هستم؟ عزادار هستم، بنابراین کراهتش ثابت نشده. چه در نماز باشه جناب حسینی، چه در غیر نماز باشه، پوشیدن لباس سیاه از نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی هیچ اشکالی نداره، راحت باشه. بله تشکر استاد. یک بیننده عزیز دیگر هم سوال را فرستادن و متن را فرستاده که خب ازشان تشکر میکنم، متنشان پاسخ خوده. و همچنان بیننده عزیز با شماره مثبت 93 و 74 چهار رقم آخر شمارهشان 1746 دو تا سوال داره، یکی درباره مباهله استاد توضیح خواسته و دیگری گفته که فرق اصول دین و اصول مذهب چی است. خب جریان مباهله چند روز پیش بود، بله در 24 ذوالحجه جریان مباهله اتفاق افتاد. در مباهله جریان از این قرار بود که حالا سال 9 هجری بود یا سال 8 هجری اختلاف است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه تثبیت شد قدرت مسلمانان و مکه فتح شد، خب قطعا مسلمانان حالت تثبیت برشان اتفاق افتاد و پیامبر نامه نگاری کردند، هم به او کسایی که داخل شبه جزیره عربستان مانده بودند و هنوز مسلمان نشده بودند و هم به کشورهای خارجی از جمله ایران و روم و مصر و جاهای دیگر نامه نوشتند و اینا رو دعوت به چی کردند؟ اسلام کردند. از جمله مسیحیانی است که در منطقه نجران زندگی میکردند، پیامبر با اینا نامه نوشت که یا مسلمان شوید و یا جزیه بدین. و اینجا من خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که جزیه گرفتن پولی زور نیست. یک وقت کسی تصور کنه که جزیه گرفتن از غیر مسلمانان پولی زور است، نه خیر. من و شما که مسلمان میشیم خمس میتیم، زکات میتیم، صدقات پرداخت میکنیم و مالیات برای کشور چی میتیم؟ اسلامی میتیم. بنابراین غیر مسلمانانی که در پناه امت اسلامی و در پناه دولت و ملت اسلامی زندگی میکنن و از این امنیت استفاده میکنن، خب باید چی پرداخت کنن؟ مالیات پرداخت کنن. نام مالیات از اونها چیست؟ جزیه. گفت یا مسلمان شوین که وقتی مسلمان شوی خمس و زکات و چیزای دیگه به گردن شماست، یا اگر مسلمان نمیشین این موضوع رو در نظر داشته، جزیه باید بدین. جزیه بدین. و خب اینا برایشان یک مقدار سخت تر شد و خلاصه ایده از این کلانای از اونها مثل شاید مثلا کشیش کلان از اونها باشه، اسقف از اونها باشه، سردمداران از اونها. گفتن ما شخصا میریم مدینه با پیامبر ملاقات میکنیم. وقتی آمدن بسیار با دبدبه و کبکبه و لباسهای فاخر و طلا و بسیار زیورالات، پیامبر به اینا اعتنا نکرد. چند روز اینا لاف بودن، هیچ پیامبر به اینا روی نمیداد. بالاخره سوال کردن که چی شد پیامبر، چرا به ما روی نمیده؟ و اتفاقا حضرت علی علیه السلام واسطه قرار داد و گفتن شما با این دبدبه و کبکبه آمدین، پیامبر یک انسان زاهد مثلا نمیسته با روحی پیامبر سازگاری نداره. بالاخره اینا لباسهای فاخرشون گذاشتن کنار، با حالت عادی آمدن و پیامبر استقبال کرد، از اینا بسیار بسیار استقبال کرد، تحویل گرفت اینا را. گفتگو شروع شد، گفتگو درباره حضرت عیسی روح الله. خب مسیحیت الان میگن دیگه، دیدین وقتی در فیلم ها شما دیدین میگن بله پدر پسر روح القدس، پدر یعنی خدای سبحان، روح القدس واسطه، پسرم که میگن عیسی پسر خدای، هرچی گفتن برادر عیسی پسر خدا نیست. اگر میگفتن چرا پسر خداست، میگه چون که پدر نداره. پیامبر محاجه کرد، گفت اگر قرار باشه کسی پدر نداشته باشه پسر خدا باشه، خب آدم ابوالبشر که سزاوارتره، چرا؟ چون نه پدر داره و نه چی داره. بله این باید خدا باشه، ای باید پسر خدا باشه، پسر خدا نیست. بالاخره قبول نکردن. پیامبر گفت خب حالا که قبول نمیکنیم بیا کار دیگه کنیم. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن مباهله میکنیم. مباهله یعنی این که نفرین میکنیم یکی طرف مقابل را، میگیم هر کدام که ناحق بود به عذاب خدای تبارک و تعالی گرفتار شود. الله اکبر. بله تعالو که آیه قرآن است و آیه 161 سوره
آل عمران که سومین اون سوره قرآن است و او در شعر بعد از اینکه مباهله صورت گرفت گفت مباهله میکنیم نه. یعنی فردا پس شما هم بچهای خودتون رو بیارید، ما هم بچهای خودمون رو میاریم، شما هم زنان خودتون رو بیارید، ما هم زنان خودمون رو میاریم، شما هم جان خودتون رو بیارید، نفس خودتون رو بیارید، ما هم نفس خودمون رو میاریم، نزدیکترین های خود برای و مباهله میکنیم. خب رفتن اینا داخلشون و پیامبرم داخلشون اینا به شاور نشستن، گفتن اگر فردا دیدیم که این شخص با دبدبه و کبکبه و یاران و اصحاب آمد مباهله میکنیم، هیچ مشکل نداره. ولی اگر با خاصان و نزدیکان خودش آمد یقین بدونیم که آقا بر حق ما مباهله نباید بکنه. فردا که شد دیدم که پیامبر است و علی مرتضی علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، حسنین، مباهله یا در سال ششم بوده، در سال هشتم بوده یا سال نهم بوده. خب پی حسنین هم یکش در سال دوم هجری به دنیا آمده، یکش سال چند؟ سوم هجری. پس هر دو کودکه، هر دو کودک است. اینا رو با خودش آورده. وقتی که نگاه کردن گفتن اینا کیه؟ گفتن خودش است، دامادش است، پسر عمویش است، دخترش است، هر دو نویش است. و گفتن نه ما مباهله نمی کنیم، ما صورت هایی رو میبینیم که اگر اینا دست به دعا برداره و نفرین کنه احدی از مسیحیان باقی نمیمونه، بنابراین مباهله نکردن و با پرداخت جزیه اتفاق کردن رفتن دوباره کار خودش. و اما فرق اصول دین و اصول مذهب، اصول پنج تا است دیگه، درست است؟ از این پنج تا سه تاش اصول دین است، یعنی بله. توحید، امام نبوت، بله. و معاد یا رستاخیز. هر کس این سه تا را قبول داشته باشه در دایره اسلام داخل میشه. دو تاش اصول مذهب است، بله. عدالت و امامت. اگر کسی دو تا را قبول نداشته باشه، مسلمان هست اما شیعه نیست، اگر کسی اون سه تا را قبول کنه و دو تای دیگر هم قبول کنه، علاوه بر مسلمان بودن به صورت خاص شیعه هست. بسیار درست. پس استاد در زندگی ما ها مباهله زیاد هست. میگه حالا تو کی حرف ما را قبول نمیکنی، خدا و پیامبر خودش دیگه. اتفاقا هم افتاده، برخی از اوقات برخی از علما طرف را به مباهله دعوت کرده، ولی طرف از مباهله کردن صرف نظر کرده، چون میدونسته که من ناحق است و گفته اگر این نفرین کنه و دعا کنه خدای تبارک و تعالی قطعا ما را عذاب میکنه. الهی خدا حق رو متوجه همه بگرده. بله. سلامت باشین استاد، تشکر. بیننده عزیز گرامی با شماره مثبت 93-78 و چهار رقم آخر شمارهشان 3590 سوال کرده، گفته که در منطقه ما رسم هستن اگر کسی مسافرت بره و برگرده که کسی فوت کرده باشه، از دنیا رفته باشه، باید پیش اونا بره فاتحه بخونه، در حالی که امکان داره او چند ماه یا گاهن یک سال یا چند سال از اون موضوع رد شده باشه. آیا این کار جایز هست یا خیر؟ ای گفته در بین فامیل ما تو رسم است، بین فامیل ما هم بین فامیل ما همین رسم است، همین رسم وجود در کلا در جغرافیایی که ما در روز زندگی میکنیم همین این رسم هست. بله. البته در این که جناب حسینی بزرگوار جایز است که جایز است، هیچ مشکل خاصی نداره، ولی توصیه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ائمه معصومین که فعلا ما را از زبان حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله تعالی برای بینندگان عزیز ما چی میکنیم؟ نقل میکنیم، چون ما پیامبر ندیدیم دیگه، ائمه را هم ندیدیم، با علما و بزرگان از سخنان پیامبر وارثان اند، ولی به ما گزارش میدن. گزارش حضرت آیت الله العظمى سیستانی و بقیه مراجع اعظم تقلید است که فرمودند اگر کسی از دنیا رفت، ما باید به بازماندگان سرسلامتی بدیم، یعنی بگیم سرتان سلامت باشه، بله همه میرن، اونا را به صبر دعوت کنیم، اونا را به اینکه جزع و فزع نکنه چی کنیم دعوت کنیم. و گفته سزاوار است اگر که مدتی گذشت، یعنی چند روزی گذشت، اگر ما اونا را به سرسلامتی دعوتشان کردیم یا تعزیت گفتیم یا تسلیت گفتیم، اگر غمشان بله اوج گرفت و برگشت کرد که باز شروع کرد به ناله و فریاد و جزع و فزع، میفرمایند که بهتر است این کار صورت نگیره، دمی دم نقد، دمی ظرف سه روز و چهار روز و پنج روز و ده روز و یک هفته. وقت چی برسه به این که مثلا گفته شما که چهار ماهی تیر شده باشه، پنج ماهی تیر شده باشه، گاهی سال تیر شده باشه، خب مثلا ما از این شهر میریم به اون شهر دوباره به یادش بکنیم، یادش بندازیم. بنابراین سیره پیامبر سر یک میان برنامه ببینیم. تشکر. بیننده های عزیز گرامی، سپاس دارین که نگاه های ناب و مهربانتان را در این بخش از برنامه هدیه کردید. پس از یک میان برنامه کوتاه دوباره ما را همراهی کنید.
بیننده های عزیز و گرامی، دوباره خوش آمدید و یک سلام هم عرض بکنم خدمت و از عزیزای دلی که تازه به جمع بیننده های ما پیوستن و یک بار دیگر تسلیت عرض می کنم فرارسیدن ایام محرم و سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام را، و امیدوارم عزاداری های ما به گونه ای باشد که قبول و مقبول درگاه احدیت قرار بگیرد. شما بیننده برنامه با وقت بیداری با بیان احکام شرعی هستید و در خدمت جناب استاد رسول همچنان هست. استاد مجددن سلام خدمت شما. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین شما، تشکر. استاد سوال دیگرم، خب یک موضوعی را پیشنهاد شده از طرف آقای سید مصطفی فرقانی با شماره 9377 و چهار رقم آخر شمارهشان 6027، یک موضوعی را مطرح کرده که همکاران با ایشان در تماس شده و خلاصه نظریاتشان را در قسمت ارائه کرده، و همچنان بیننده عزیز با شماره مثبت 9373 و چهار رقم آخر شمارهشان 7778 گفته که در جای ما رسومات زیادی است که بسیار روی طبقه ضعیف جامعه فشار وارد میکنه. بله. از جمله ای که اگر شخص از دنیا برود، خانواده او ملزم به ای هست که یک گاوی، گوسفندی، خلاصه گوساله‌ای را بخوشه، غذا آماده بکنه و قبل از دفن میت بر سر قبر او را بیاره تحت عنوان توشه راه. گفته آیا این رسوم ها اصلا در دین جای داره یا خیر؟ در شریعت جای داره یا نه؟ متاسفانه خب مکو ذهنیت به اصطلاح سن و سال اجازه کارار نمیده، چون نبودیم زیاد در منطقه. بله متاسفانه در حتی در منطقه ما و جاهای دیگه هم این بله. رسومات هسته و ما تعجبم ایست که همون رقم که سوال کردن برادر عزیز که آیا شرعی هست یا نه، نخیر به هیچ عنوان شرعی نیست، به هیچ عنوان شرعی نیست. یعنی تحت هیچ شریعتی ما ایره نداریم، یعنی که حتما ملزم به نه شیعی رو گفته نه سنی رو گفته. اتفاقا ما خوشما در جریان هستید، بینندگان عزیزم توجه دارن، میگه وقتی شخصی از دنیا میرود ما نباید جمع شویم در خانه از او و از غذایی که او برای ما طبخ میکنه و آماده میکنه استفاده کنیم، بلکه قضیه برعکس است. ما در روایات داریم و بزرگواران فقهای عظیم الشان از جمله حضرت آیت الله العظمى سیستانی میفرمایند که باید غذا تهیه کنیم بهم. سه شبانه روز گفته باید غذا تهیه کنیم و این غذای طبخ شده را به خانه میت ببریم بهم. که میت بنده خدا کسی را از دست داده، عزیزی را از دست داده، بنابراین اون نباید دی فکر باشه که الان شکم مهمونا رو چرا خمسه اخلاقا هم استاد کار خوب نیست، کار خوب نیست. عزادار است، بله طرف عزادار باید ما این طرف را خدمت شما زودی دست پالش بگیریم و این طرف خب پدر از دست داده، مادر از دست داده، هر کسی ممکنه از دست داده باشه، بنابراین هیچ وجه شرعی نداره. حالی از کجا آمده به عنوان توشه راه؟ توشه راه چی مفهوم داره؟ توشه راه او چیزیه که با دست و جان و زبان خودش نمازی بوده، روزه‌ای بوده، خمسی بوده، زکاتی بوده، هر چی که بوده این پیش خودش فرستاده و او رو می‌بینه. حالا ما یک گوسفند یا گاو یا گوساله‌ای را که شما گفتین بکشیم و این سر تعجب از اینجاست که چطور این انسان‌ها در سر قبر خوردن از اینا میآیه، جنازه را نوز دفن نکرده یا مول جنازه را دفن کرده فوراً شروع کردن به خوردن. و ما بسیار تعجب میکنیم که چطور این رسومات بد کم کم رخنه کرده شده به صورت یک فرهنگ. نخیر جناب حسینی، البته یک چیزایی الان فعلا باز رسم شده در دیار مهاجرت و جاهای دیگه، معمولا کسایی که از دنیا میرن فامیلای نزدیکشان یا فامیلای دورترکشان جمع میشن و چند خانه دو سه شب در خانه خود میت غذا میده. بسیار کار خوب است، بسیار کار خوب است. یعنی به جای از اینکه مثلا غذا را در خانه خودش طبخ کنه بفرسته در این خانه، از این دم خانه خودش طبخ میکنن، چند نفر جمع میشن، چون وقتی جناب حسینی کسی پدر از دست میده، مادر از دست میده، خب ما خودم تجربه هم پدر مادر خدا همه را داشتیم، خب انسان بسیار محصول میشه، بسیار ناراحت میشه. این که چهار نفری در کنار انسان باشه قوت قلب برای انسان میشه، این کار خوب است، باز به شرطی که فشار نباشه، چشم هم چشمی نباشه، ما دادم شما ندادی، شما دادی ما ندادیم، نه خود جوش اگر جمع شون در خانه میت و یک چند سبایی در کنار در خانه میتی که بازماندگانش بر جا مانده، کار بسیار خوبیه. بنابراین توشه را هیچ مفهومی در فرهنگ اسلامی نه شیعی و نه سنیش نداره. بسیار عالی استاد، همچنان زمان داریم، وقت داریم، اگر سوال موضوعی بر نظرتان میرسه ایام
خب عاشورا و محرم و ما یک نظری است که خدمتتون عرض کنم، نظر حضرت آیت الله العظمى سیستانی حفظه الله در باب عزاداری و مجالس امام حسین علیه السلام، اگر که باشد من خدمتتون عرض کنم بسیار خوب است. حضرت آیت الله العظمى سیستانی در همین صفحه 225 توزیع المسائل جامع فرمودند شایان توجه است مراسم عزاداری اهل بیت علیهم السلام و خصوصا حضرت سید شهدا از مهمترین شعائر دینی است و نباید در اهتمام به برگزاری آن کوتاهی شود. یعنی حتما باید ما برگزار کنندگان عزاداری امام حسین علیه السلام باشیم و در این زمینه همچنان که حفظ وقار و عظمت و شکوه این مراسم و سایر مراسم مربوط به اهل بیت از وظایف مؤمنین به شمار میاد. جناب حسینی، بینندگان عزیز، حضرت آیت الله العظمى سیستانی عنوان مرجع اعلای جهان تشیع میفرماید که مجلس عزاداری امام حسین باید با وقار باشه. وقار یعنی چی؟ یعنی سنگین باشه، سبوکی در مجالس امام حسین علیه السلام، ای که ببخشید تعبیر به کار میبرم، خیز و بدوی باشه و یک سرصدا باشه و یک عرفانه. مجلس باید حتما چی داشته باشه؟ وقار داشته باشه، سنگین باشه. یعنی تصور ما بری باشه که واقعا ما برقم است در برخی از مجالس روح ائمه حضور پیدا میکنه. امام زمان ما که چی است؟ زنده است. یعنی مجلس باید طوری باشه، در چنان شأنیتی داشته باشه که اگر روح پیامبر گرامی اسلام اینجا حاضر ناظر بود، یا روح امیرالمومنین، یا روح خود حضرت سید الشهدا علیه السلام حاضر ناظر بود، باید این سنگینی باشه مجلس. باید از کارهایی که موجب وهن عزاداری میشه، یعنی سبوکی و خاری عزاداری میشه، اجتناب شود. یک دو کلمه دیگرم بخوانیم. همچنین 4 دقیقه دیگه وقت دارم. همچنین شایسته است حضرت آیت الله العظمى مؤمنین و مؤمنات ایام مصیبت اهل بیت علیهم السلام را ایام حزن و اندوه خیش و خانواده قرار بدهد. بنابراین اگر ایام عزاداری امام حسین علیه السلام و بقیه ایام شروع میشه، همچنانی که اونا محزونن، ما هم باید چیه؟ محزون باشیم. و از کارهایی که باعث شادی و مسرت است در ایام چی شود؟ خودداری شود و از نمادها و مظاهر حزن استفاده کنند. مثلا لباس سیاه پوشیدن نماد چیه؟ حزن. پارچه سیاه زدن نماد حزن و اندوه است. و از استعمال نمادها و مظاهر سرور اجتناب کنند. دیگه برخی از مثلا جشن گرفتن و نمیفهمم که مگر تولد گرفتن و کارهای دیگه باید این زمینه چی شود؟ اجتناب کنند که شیعیان با حزن اهل بیت محزون شوند. میفرماید که شیعیان با حزن اهل بیت محزون باشند و با شادی اهل بیت شاد. این هم برگرفته از یک روایته که شیعیان ما خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا، که میفرمایند شیعیان ما از باقی مانده گل ما خلق شدند، در شادی ما شاد هستند و در خدمتتون عرض کنم حزن ما محزون است. یک نکته دیگر هم اینجا هست که دیگه ما بیشتر از این میترسیم برنامه طولانی شود. خب اگر کوتاه هست میتونم وقت دارم استاد در حد فقط یک نکته دیگه اینجا هم گفته حضرت آیت الله العظمى. یک موضوع دیگر هم هست که خب گاهن عزاداری ها استاد به صورتی هست که شاید از نظر من بچه شیعی که مثلا هیئت رو دوست دارم، روزه رو دوست دارم، سینزنی رو دوست دارم، عزاداری برای امام حسین رو دوست دارم، اون موضوع پسندیده باشه. ولی خب برای یک عده‌ای که داره از بیرون از دور داره تماشا میکنه شاید جالب نباشه. مثلا ای که خیابان ها بند میشه، ای که صداهای مثلا عجیب و غریب در میارن و میکوبن و تبل و اینها، استاد اینا چه رقم کیه؟ حضرت آیت الله العظمى سیستانی بسیار سوال خوبی کردین. من در همینجا باز این را دیدم که خدمتتون اگر بتونم پیدا کنم بسیار خوب میشه، اگرم که نتونیم پیدا کنیم همین رقم در ذهن ما هست ایره برای شما میگیم. مثلا از جمله گفته برهنه شدن مردان در عزاداری ها برای سینه زنی یا زنجیر زنی به خودی خود اشکال نداره، صرف نظر از اینکه ممکنه اگر نگاه اگر بیرونی شوه، با توجه که ممکن اگر موجب وهن مذهب شوه اون بحث دیگه، صرف اگر یک جایی باشه که هیچ مشکل خاصی نداشته باشه مشکلی نداره، ولی نگاه کردن زنان به اندام برهنه مردان یا به تصاویر مربوط به مردانی که برهنه شدن در هنگام سینه‌زنی و
زنجیرزنی جایز نیست. همون رقم که شما گفتین یک قاعده کلیه، وقار و سنگینی مجلس باید چی شود؟ حفظ شود. دیدین بعضی وقتا بالا میپرم پایین میپرم، ای آیا سبکیه یا سنگینیه؟ دیگه یا خیابان بند کردن و بوق زدن و آرنگ کردن و داد و فریاد کردن، برای یک چای دادن سرصدا و وای ماتم را انداختن و خیابان بند کردن، اینا سنگینی یا سبکیه؟ اینا قطعا سبکیه. بنابراین مجلس امام حسین باید مجلس سنگین باشه، حاضر باشن، خطیب خطبه بخونه، نوحه بخونه، برای کسی که برای سینه میخونه برای سینه، و همگی در ماتم سید الشهدا علیه السلام شرکت کنم. بسیار عالی، تشکر استاد، خیلی ممنون، لطف کردین، ممنون از این سبور زحمت کشیدید و خلاصه تشریف آوردید در برنامه. کوتاه و مختصر دعا بکنم استاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا ما را از عزاداران واقعی امام حسین علیه السلام قرار بده، توفیق عزاداری خالصانه در این ایام و بقیه ایام به همه ما لطف و کرامت بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما را به عشق تو، ما را خدا به عشق تو میبخشد عاقبت، ما عاقبت به خیر تو در روزه ها شدیم، کل خیر فی باب الحسین علیه السلام. بیننده های عزیز و گرامی، سپاس دارم تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب به وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همیتان و الله پاک بیامتا میسپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.